بر میر حسین روشن رای درود میفرستیم و با الهام از کرروبیان صندوق های رای را تنها و تویی نمیگذاریم. به رضایی رضایت نمی دهیم و دلیلی در انتخاب جلیلی نمی بینیم. قاضی را به بازی نمیگیریم و مهر علیزاده را در دل نمی نشانیم و زاقانی چون زاکانی را از در میرانیم. همتی را نصرت می کنیم تا ردای رئیسی بپوشد و چشم خلایق به جمال عبدالناصر روشن شود و درود بر آینده سازان باد درود به همه دوستان عزیز به دوستانی که با من همراه هستند باز هم فرصتی شد که در خدمت دوستان عزیز باشم جستاری که خوندم نوشته جدید آقای عبدالکریم سروشه ایشون چندی پیش فکر می کنم دو روز پیش صحبتی داشتن در رابطه با حمایت از آقای همتی که در این پوستر این بالا میبینید عبدالکریم سروش همتی را نصرت میکنیم حال ببینید چه شده که اصلاح طلبان ناچار شدند پا به میدان بگذارند و دوباران شیپور قدیمی را بزنند که بیایید رأی بدهید پای صندوق رأی بیایید علاقه ای ندارم که برای دوستان بخوام از اخبار صحبت کنم چون دوستان خودشون با یک کلیک میتونن همین اخبار رو پیدا کنن چه بسا بهتر از من هم در جریان این اخبار انتخاباتی هستند ولی صحبت من چیز دیگری است در باب یک روشنگری است حالا که مجالی پیدا شد بذارید این نامه انتشار شده از سوی آقای خاتمی رو هم بخونم چون نامه منتشر کردن در تمجید آقای مهر علیزاده به خاطر اینکه ایشون انصراف دادن آقای زاکانی هم اینجا نوشته که انصراف دادن زاکانی به نفع ابراهیم رئیسی انصراف داد و اینشون هم که انصراف دادن آقای محسن مهر علیزاده به نفع آقای همتی ایشون نوشتن در موقعیت اساس کنونی که جمهوریت نظام در معرض تهدید جدی قرار گرفته است اقدام مسئولانه و فداکارانه شما در انصراف از نامزدی ریاست جمهوری شایسته تقدیر فراوان است دوستان من نفهمیدم آقا این جمهوریت در کجای این نظام بود که ما ندیدیم آقا این کچیش جمهوریه آقای خاتمی چرا فکر میکنی که مردم نمیفهمند چرا فکر میکنی؟ شما خودت فقط میفهمی و این اطرافیانت از این کوتاه نظری باید در بیان آقای عبدالکریم سروش این جمهوریت در یک معرض جدی جدیست یعنی چی؟ جمهوریتی مگر بوده مردم مگر میتونستن در سیاست دخالت کنن مردم چگونه تونستن سیاست رو بهبود ببخشن در این چهل و دو سال مردم چه کاره هستن؟ مردم که رعیتن، مردم که امتن؟ جمهوریت معنا نداره کدوم حکومت قانونی در اونجا هست که ما بگیم که میتونه جمهوریت برقرار بشه بیاین رأی بدین آقای فلانی شما بکش کنار که جمهوریت در معرض تهدید جدی قرار گرفت این چنین دارن با مردم بازی میکنن در گذشته دوستان عزیز این حرب بین بد و بدتر بود میگفتن که جون فرد رو به مرگ میگیریم که به تب راضی بشه یه دو تا قول بیشا خودم میگفتن این بد یکیش بدتره حالا میخوای بیا به بده رأی بده که اون بدتره نیاد مردم هم میترسیدن میگفتن آه راهی نیست که البته یک سرابی بود این سرابه انتخابات در ایران یک سرابه مردم هم میرفتن رأی میدادن به یک نامزد کمتر بدتر یا بعد که اون بدتر بدتره در نیاد یه همچین داستانی دوستان که دعوا بین بد و بد و بدتر و بدترتر و این داستان هاست و دیدن که آقا بعد از یک مدت این تجربه تاریخی ما نشون داده که هیچ اتفاقی نمیفته رئیسی میومد همون آش و همون کاسه بود روحانی هم اومد همون آش همون کاسه بود این تفاوتی که نکردین این وسط باید چه کار کرد راه برون رفت چیه راه برون رفت اینه که آقا خودتون رأیگیری گیری کنین خودتون هم یک نامزد رو انتخاب کنین رئیس جمهور بشه خودتون هم یه ادعا رو انتخاب کنین بشن نماینده مردم در مجلس مجلس خبرگان هم خودتون انتخاب کنید این بره رد کارش دیگه ما چرا چرا بعد انرژی خودمون رو صرف کنیم بیایم پای صندوق رای حرف حرف مردم اینه مردم توی این برنامه ها توی این گروه ها تلگرام اینم کلاب هاوس فیسبوک توی توییتر این توی این خیابون ها میکروفون رو آزاد گذاشتن تریبون آزاد گذاشتن اینا حرفشون همینه یا ما واسه چی بیام رای بدیم میگن نه در حرف شما درست بود بین بد و بدتر بود یا بدتر و بدترتر بود حالا میگوین نه حرف شما درسته در گذشته چهار سال پیش ه سال پیش نمیتونم دوازده سال پیش دعوا بر سر بد و بدتر بود ولی در حال حاضر جمهوریت نظام در خطر افتاده جمهوریت نظام که آقا این کجاش جمهوری بود ما ندیدیم این همه ما در این خاک زندگی کردیم نشریات رو خوندیم پای رسانه های ملی این جمهوری اسلامی بودیم تبلیغات شما رو گوش کردیم سخنرانی شما رو گوش کردیم این کجاش جمهوری بود که ما ندیدیم آقا مردم کی تونستن بیان یک قانون رو در این سیستم عوض کنن مردم کی تونستن بیان اعتراض کنن که آقا این کاری که شما میکنه اشتباه ما نمیخوایم این رو کی تونستن که ما بگیم جمهوریته یک چهار جا شما مثال بزنین که بله یک تصمیم گیری کلان سیاسی اقتصادی بود ما به مردم گفتیم مردم شما بیاین رأی بدین مردم رأی دادن ما این کار انجام دادیم خب مگه میشه تو 42 سال یک بار این اتفاق نیفته خب مگه میشه برای دوستان میخوام این رو روشن کنم فریب این امثال خاتمی و این عبدالکریم سروش اینها رو نباید خورد باور کنید نباید خورد درست ممکنه بیان یک جا حرف دل ما رو بزنن ولی این همش فریب اینها به راستی نه به د... ماها کار دارن نه دلشون برای ما میسوزه اینها فقط دلشون برای اون جریان اقتصادی اون شریان اقتصادی میسوزه که داره رد میشه اینا یه د... د... سطلی توش بزنن یه چیزی در بیارن واسه خودشون زن بچهشون و اون جایگاهایی که دارن اون تریبونی که دارن همین دلشون فقط برای این میسوزه بحث کاملا روشنه باید روشن بشی دیگه ببینید تو این انقدر تجربه تاریخی این باید روشن بشی تا کی ما باید بریم پای صندوق رأی یه نفر توش در بیاد اینها بعد به تو... کاری هم نکنه تو سیلی هم تو صورت مردم بزنه مگر روحانی نبود همین بود اومد زدن ملت رو کشتن تو خیابون ها 98 92... 96 و 98 همین بود شکنجه دادن مردم رو توی آب انداختن نمیتونم اعدام کردن به خاطر اعتراض اجتماعی مگه همینا نبودن آیا روحانی نمیتونست با اون 22 میلیون رای که از مردم رو ورده بیسته در برابر اینها بگه آقا من نماینده مردمم 22 میلیون اگرش درست بگم دوستان 20 میلیون انسان من رای دادن من نماینده اینها هستم من باید حرف اینها رو بزنم آقا یونی که به من رای دادین خانومهایی که که من رای دادین دختران و پسرانی که به من رای دادین چیکار کنم من ن... نکرد چون دلش برای اون نظام میسوزه دلش برای اون مردم و اون رای دهندگان نمیسوزه این باید به خاطر بسپارید بذارید این مثالی بزنم که خورد ملموس باشه و مشخص بشه انتقاد من در چه راستایی در انگلستان میدونید که سیستم سلطنتی یا پادشاهی حاکم پادشاهی بریتانیا میگن در آلمان هم ما جمهوری داریم و در فرانسه هم جمهوری داریم جمهوری به عنوان یک مدل سیاسی یه چیزیه که اون ورد مثلا ما پادشاهی رو داریم سلطنت طلبی رو داریم و چیزهای دیگه شیخ نشینی رو داریم و چیزهای دیگه ولی جمهوریت این نه جمهوریت یک روش حکومت داری یک روش تدوین قانون یک روش این که شما سیستم سیاسی و ساختار، ساختارهای سیاسی رو چجوری کنار همدیگه میچینید این میشه جمهوریت یعنی اینکه مردم ر... ده... میتونن با رأی خودشون قوانین رو تغییر بدن قوانین جد... جدیدی رو اعمال کنن و چیزهایی رو عوض بدل کنن این میشه جمهوریت و اونجور که اون جان ژاک روسو فیلسوف برجسته فرانسوی میگه میگه هر کجا که حکومت قانون باشد اونجا جمهوریت برقرار است یا میشه گفت اونجا جمهوریت هست اینه داستان در انگلستان میخواستن از اتحادیه اروپا خارج بشن یک تصمیم کلان اقتصادی و سیاسی بود که پیامدهای اجتماعی هم داشت اومدن چیکار کردن گفتن بریم مردم این رو بگیم و مردم رأی گیری میکنن اگر مردم رای, رای مثبت دادن خب ما جدا میشیم به حمایت رأی مردم مشروعیت کار ما از مردم میاد مشروعیت سیاسی ما از مردم میاد مردم رفتن رای دادن سال 2017 بود اگر درست بگم تاریخشو گفتم بله خارج بشیم این میشه جمهوریت دوستان این میشه جمهوریت نه که سپاه پاسداران بره در فلان جا بره در برمان جا همه کار انجام بدن برن تو انرژی ای کلی ضرر به مردم بزنن آخرش هم هیچی از اون انرژی یه برقم تولید نشده دوستان یه برقم تولید نشده هیچ بعد بگم ما جمهوریت داریم ما جمهوریت تو این سیستم نبوده و نیست جمهوریت یعنی اینکه قوانین رو عقل بشری بذاره و بشر بتونه اون قوانین رو تغییر بده توی جمهوری اسلامی نشده عزیزان نمیشه به خاطر اینکه قوانین از جانب الهیات میاد از جانب تئو میاد این تئوکراسیه نه, نه دموکراسی که توش جمهوریت در بیاد حکومت مردم نیست حکومت خدا بر مردمه نه حکومت مردم بر مردم این همین جای این قضیه یعنی کلی داستان هر چیزی که در این سیستم دوستان خوب باشه درست باشه درست کار کنه وقتی وارد بشه خراب میشه همین جمهوریت عامل بدبختی ما شده اینها به واسطه جمهوریت میزنن تو سر ما میدونین چرا چون این چیز خود متناقضه میگیم آقا چرا اینطوری شد میگیم خودتون رأی دادین میگیم آقا این ما رأی ندادیم چرا اینطوری شد نه این از جانب خداست اینه با از علم استفاده میکنن که از علم که بهتر نداریم تفنگ درست میکنیم ملت رو میکشن از رسانه که بهتر ما نداریم از رسانه استفاده می‌کنن میان تبلیغ سیاسی را میندازن ایده رو اعدام کنن این دوستان ما از مدیریت که بهتر ما تو دنیا نداریم که نه از مدیریت استفاده می‌کنن چون مردم رو سرکوب کنیم از این روی که دارم میگم هر چیز خوبی که وارد این سیستم بشه مطلقاً ازش یه خروجی بد ما می‌بینیم فردوسی در شاهنامه یک بیت بسیار زیبایی داره میگه جهان را نباید سپردم به بد که بر بدگمان بیگمان بد, بی بد رسد از اینا بد میرسه چیز خوبی از سوی اینها به ما داده نمیشه این رو میخوام مشخص کنم و این رو بگم توی تحریم انتخابات ببینید تنها راه نجات همینه همین نافرمانی مدنی دوستان عزیز تمام متفکرین علوم اجتماعی روی این قضیه بحثی دارن من معرفی میکنم شما برین کتاب های جین شارپ رو دانلود کنید از اینترنت دوست رایگان هست دقیقا همین بحث رو مطرح میکنه اگر از من میپرسید که آیا اشکان بله شما در رابطه بازار آزاد صحبت کرد در, در باب فلسفه صحبت کردی در باب اسلام صحبت کردی راه برون رفت چیست من میگم راه برون رفت عملی پراتیک قضیه اینجاست همین نافرمانی مدنی که یکی صندوق رأیه تا زمانی که مردم به این صندوق رای پشت نکنند دوستان انتظار تغییر آنچنانی نداشته باشید جین شارپ توی کتاب خودش همین نافرمانی های مدنی مغز متفکر این زمین است جین شارپ اتفاقا توی این قضایی فروپاشی شوروی هم نقش داشته کتاب این فرد رو میخوندن میگه که ما توی سه سطح باید پرهیز کنیم باید خودداری کنیم از همکاری با اون حکومت یکیش پرهیز از همکاری در اون ساحت اجتماعی در اون برز اجتماعی قضیه که ساده ترین شیوه قضیه است مثل عدم شرکت در این تظاهراتی که برقرار میکنه نرفتن به این اجتماعاتی که بسیجی ها برقرار میکنن نرفتن به مسجد محل ننشستن پای صحبت های آخوند محل این خودش نافرمانی مدنیه من نرم شما نرید 20 نفر سی نفر دیگه نریم همینطور یک سلسله ایجاد میشه یهو میشه مثلا 500 هزار نفر دوستان عزیز این یک سیستم نافرمانی مدنی اگر از من میپرسید پس قسمت عملی قضیه چه قسمت عملی قضیه از اینجا شروع میشه از خود ما هم شروع میشه یعنی من نرم به بغل دستی هم بگم تو هم نرو هزار نفر دیگه مثل ما باشن یه حجم زیادی توی شهر درست میکنه همین 22 بهمن خب چرا باید رفت بهترین کار همینه که نریم ما, ما اون روز اصلا از خونه بیرون نریم ما شاید اگه بخوام تو مرکز شهر هم بریم بازم پای اون قضیه حساب میشه که این برای 22 بهمن اومده و چیز دیگه که جین شارپ اشاره میکنه پرهیز از همکاری اقتصادی توی صحت اقتصادی قضیه اینکه مالیات ندیم یا اگه مالیات میخوایم بدیم کم بدیم آب و برق رو خیلی کمتر به حساب دولت بریزیم حالا با یه دیرکردی بریزیم توی بورس دولتی شرکت نکنیم این چیزی بود که درست کرده بودن یه دفعه فکر می‌کردن شده بودن گورکای وال استریت ریخته بودن توی این بورس آقا بده بگیریم بده بگیریم بدونی که حساب کنن که دنیا چه خبره که عرق که نباشد جان در عذاب است داستان از این قرار از مراکز دولتی از بونگاهای های دولتی نهاد خرید کرد چیزی که نظری پردازان میگن به طور مثال چیزی که من دارم میگم از این نتایج میخوام از اینا بگیرم اینه که آقا اون مغازه‌داری که عکس رئیسی رو زده پشت ویترین مغازش از اون خرید نکنید دوستان عزیز اگه میپرسین راهش چی همینه اگر اون فرد روزانه 200 تا مشتری داشته باشه شما نرید 40 50 نفر دیگه نرن یهو ببینه که 60 نفر کمتر شده نسبت به ده روز پیش قبل از اینکه این, این بنر رو این پوستر تبلیغاتی رو بزنه خب معلومه درش میاره دیگه اون مغازه رو ابزار پروپاگاندای یک رژیم مستبد نمیکنه به خودش میاد میبینه که مردم دوست ندارن همین چندی پیش بود دو، یکی دو ماه پیش در توییتر یک توییتی دیدم واقعا لذت بردم یک نفر گفت من مدیر فروش یه شرکتی هم میخواستیم با یه شرکت دیگه صحبت کنیم که کیف،, کیف, بخریم کفش بخریم همچین داستانهایی برای کارکنان خودمون بعد توی حین دیدن تبلیغات ها بستن قرارداد دیدیم که این خانم بختیاری این سلبریتی بنوش بختیاری ایشون تبلیغ کرده واسه این شرکت گفت زنگ زدیم قرارداد رو کنسل کردیم به خاطر این قضیه که بنوش بختیاری رفت و تبلیغ واسه این شرکت کرد کفش این شرکت رو تبلیغ کرده همچین چیز این میشه نافرمانی مدنی نافرمانی مشخص مدنی امیدوارم که مردم ما به این حد برسن من میدونم دوستان زیادی هستن کارو انجام میدن ولی امیدوارم به این حد برسن من در توییتر دیدم ایده عکس گذاشته بودن از سوپرمارکت ها گفت من سوپرمارکت بعدی بخوام برم باید 300 400 متر پیاده روی کنم تا برسم به سوپرمارکت بعدی ولی از این سوپرمارکتی که عکس رئیسی رو رئی گذاشته من خرید نمی کنم عکس نمیدونم مهر علی زاده رو گذاشته من خرید نمی کنم این میشه نافرمانی مدنی اگر از من میپرسین که اشکان جان راهای برو رفت چی شد باور کنید تو این چند وقت صدها نفر از این دوستان از من یه سوال کردن یا مسیج دادن یا ایمیل دادن آقا بیا بگو ما بعد کار کنیم آراش راهش همینه دیگه نباید رأی بدیم یکی از راهش همینه نباید مشروعیت داد به اون سیستم سیاسی که توی بخش سوم جین شارپ به اشاره میکن میگه پرهیز از همکاری سیاسی آب به چالش کشیدن مشروعیت اون نظام راه بون رفته ما اینه شما نگاه کنید چه کاری میکنید به این نظام مشروعیت کار انجام ندید به این راحتی بعد اینطور حساب کردید تو مراسم،, مراسم هایی که میذارن توی محافلی که اینها میذارن میخوام واسه خودشون م... مشروعیت بخرن نباید برین صحبت کنید، نه اصلا شرکت کنید اینو داستان یکیش هم همین صندوق رای دوستان یه مردم رای نمیدن با پا رای میدن وقتی ما اعتراض داشته باشیم و با بعد نباید با دست رای بدیم یه اصطلاح سیاسیه بعد با پای خودمون رای بدیم بعد پشت کنیم به صندوق رای آقا خودتون میخواین رایگیری کنید و با باور کنید باور کنید اگر رای دادن این کاری از پیش می برد. این رو حرام اعلام می کردم. نه من همیشه گفتم من اسلام رو می می‌دونم تو اسلام چه خبر اگر رأی دادن باعث تغییر می‌شد، شد می گفتم آقا رأی مردم حرامه برین رد کارتون برین خونهاتون رأی واسه چیتونه همین خمینی بود من برنامه پیشین صحبت مفصلی کردم گفته بود حق رأی زنان مقایر با اسلامه دوستان عزیز نه از من بشنوید اگه, اگر حق... رأی دادن مردم تغییر ایجاد میکرد الان هزاران بار ها صادر شد برای حرام اعلام کردن این چون تغییر ایجاد نمیکنه یک توهم مشارکت به همراه میاره چیزی که اصطلاحی من خودم اختراع کردم من بهش میگم توهم مشارکت وقتی روحانی در اومد چه 8 سال پیشش چه 4 سال پیشش من دقیقا مفصلا با دوستان صحبت کردم گرچه اون موقع کانال یوتیوبی نبود بخوام به صورت صوتی صحبت کنم که اینو ضبط دوستان بذارم ولی کاش تو این کار کرده بودم من دوستان گفتم گفتم آقا از لحاظ روانشناسی و روانشناسی اجتماعی کارشون دارن درست انجام میده این جمهوری اسلامی بخاطر این کمک میگیرن از اینها گفتم که علم وقتی وارد یک سیستم ایدولوژیک بشه از علم استفاده منفی میشه و همین علم بلای جان مردم میشه جمهوریت بلای جان مردم میشه قوانین بلای جان مردم میشه داستان از این قرار گفتم که از لحاظ روانشناسی و این داستان ها اینها دارن توهم مشارکت ایجاد میکنن به 22 میلیون 23 میلیون از مردم اینها القا کردن که شما بله رفتین روحانی رو انتخاب کردین اصلا مشخص بود اگه مردم نمیرفتن روحانی باید میومد به خاطر قضیه برجام و این داستان های هسته ای راهی جزی نبود برای اونها تا مردم رای میدن بازم روحانی میومد اومد الان مردم شما برین رای بدین اگر قرار باشه رئیسی در بیاد رئیسی در میاد چه شما بخواین چه شما نخواین مشکل اینجاست و البته کار به جای میرسه که رسانه های اصلاح طلب هم پشت رئیسی رو میگیرن من این رو باید کجای دلم بذارم دوستان گرامی خب این خجالت نمیکشه این چهره رو میبینید این خاتمی پدر معنوی اصلاح طلبان اصلاح طلبان رفتن پشت رئیسی رو گرفتن خب چرا باید بگیرن دوستان بیان توضیح بدین تعبین این چگونه است آیا نکه مگر اینها دنبال اون شریان های اقتصادی هم که من عرض کردم نه که اینها میدونن که قرار رئیسی روی کار بیاد و ممکنه کرسی از زیر پایشون کشیده بشه که بخورن زمین از این روی رسانه ها میرن پشت رئیسی رو میگیرن که آقای رئیسی تو اومدی ما رو از نکن این روزنامه این ما این دفتر ما رو نبند جان مادرت از من بشنوید این رو از ترس خودشون اینها نه به فکر مردم نه کاری با آزادی دارن نه کاری با جمهوریت دارن فقط به فکر منافع خودشونن چون میدونن که آقا حجم عظیمی از رانته شما اگه بخوای یه حرف عقب جلوی بزنی رانت را به تعلق نمیگیره آقا شما در فلان جا نوشتی که قبول نداره آقای رئیسی رو ما چرا به تو وام بدیم وام بلا عوض. البته شاید دوستان بپرسن که حالا مثلا اینکه ما تحریم کردیم انتخابات رو چه اتفاقی میفته ببینید دوستان اتفاق خاصی نمیفته ولی عاملی برای اتحاد بین ما هست این عاملی میشه که ما ببینیم چقدر زیادیم و به اینها هم بفهمونیم که ما زیادیم اونطور که فکر میکنید نیستیم که یک اقلیت بسیار کوچکی در یک نقطه خاصی از ایران هستیم ما زیادیم و در تمام ایران پخشیم این نکته بسیار مهم قضیه است موقعی که مشارکت کم باشه به جامعه جهانی میفهمونه که اون حکومت داره حکومت میکنه به واسطه یه اقلیتی از جامعه مشروعیت خودش رو کسب کرده نه حد اکثر. یک اقلیت بسیار کوچیک دوستانی هم که دارن میان از رای بی رای صحبت میکنن از نه به جمهوری اسلامی صحبت میکنن بحثشون اینجاست من ادعایی ندارم که اگر مردم رای ندن این نظام سقوط میکنه من هیچ ادعایی اینچنین ندارم ولی حرف من بسیار واضحه و بسیار روشن که رای ندادن و مشارکت نکردن خیلی بهتره و میتونه یک چراغ راهی برای آینده ما باشه که البته چه لزومی داره در این من این رو همیشه به دوستان میگم آقا چه لزومی داره در این کشوری که این سیستم بهداشت به قدری فاسده به قدری مافیایی است به قدری دستبوس این قدرت سیاسی است وزیر بهداشت شو میبینیم هفته یک بار در باب خامنه‌ای صحبت میکنه چه لزومی داره در یک اجتماعی بره که حتی کرونا بگیره شما حساب کنید اگر همه ی ایرانیان بخوان برن یعنی شما فکر میکنید این کرونا عاملی برای این بیماری افراد نمیشه به نظر که 100 درصد میشه یعنی شو یک درصد حداقل ممکن کرونا بگیرن تو این شهرهای بزرگ و اینو تصور کنید اون شناسنامه خودتون رو که میخوایم بدین دست اون فرد توش مر بزنه ممکن دست اون فرد ویروسی باشه اون فرد اصلا مبتلا شده باشه و اون کسی که حالا حوا... حواسش به صندوق رای هست اونم هم همچنین و اون تجمعی که اونجا صورت گرفته و به نظر من چه ارزشی داره آدم بخواد جون خودش رو به خطر بندازه تو این شرایط و چیزی هم حاصل نشه همتی باشه رئیسی باشه به نظر من هیچ تفاوتی نمیکنه دوستان اتفاقا این یک پارچه شدن این سیستم خیلی میتونه کمک کنه به برش, حرف ما به درست بودن حرف ما اون وقت نمیتونن به راحتی اینها بیا ماله بکشن و فراموش نکنید حتی خود محمد شام گفته بود یکی از اشتباهات من این حزب رستاخیز بود دقیقا اینها همون روش حزب رستاخیز رو میخوان پیش بگیرن که این خودش خیلی مهمه این باعث میشه که نتونن بیان ماله بکشن نتونن بیان توجیه کنن دیگه ساختار و حکومت یکی شده مجلس دست ایناست قوه مجری دست اینهاست قوه قضایی دست اینهاست رهبری هم که از اینهاست حالا ببینیم چه کار میکنه برین چرخ و برونید ببینید جلو ببینید چه کار میخواین بکنید که البته من امیدوارم که اینها هر چه زودتر زمین بخورند بعد به این نکات توجه کرد این اصلاح طلبان میدونید چرا من همیشه ازشون بد میگم و یک انزجار از این افراد دارم چون اصلاح طلبی ببینید نیکترین اندیشه توی سیاست توی اقتصاد توی جامعه توی فلسفه توی دین این اصلاح طلبی بوده شما با اصلاح طلبیه که میاد میاد اصلاح میکنید به واسطه تجربه تاریخی به واسطه عقل مدر کنار میزنید بگیم، آقا این قوانین رو نمیخوام این اروپایی که ما داریم میبینیم به واسطه اصلاحات این چنین شده گفتن آقا ما نمیخوام این چیزی که شما میگن اشتباس ب... از توی کتاب قانون بکن بنداز دور اینها رو این میشه اصلاح طلبی ولی اینها اون رفرمیسم اون اصلاح طلبی رو به بیراهه بردن کردن یک واژه منفور کردن معادل با مالکشی و برای بیانات آخر که سر دوستان رو بیش از این درد نیارم میخوام این رو عرض کنم ببینید شما چرا فکر میکنید در دوران اصلاح طلبان همیشه جرم و جنایت و شکنجه و آزار مردم بیشتر بود چرا مردم رو بیشتر در فقر نگه داشتن این حجمه ظلم در دوران اصلاح طلبان چرا اینقدر زیاده دوستان یک دلیل داره چون اینا اصلاح طلب نیستن اینا مالکشن سپاه پاسداران رو خیلی خوب میدونه و خود خامنه‌ای رو خیلی خوب میدونه باید در دوران اینها آدم کشت باید در دوران اینها شکنجه کرد چون اصلاح طلبان پاسخگو نیستن میان ماله میکشن میان سفید میکنن سفید مالی میکنن اینها ببینید کاری من به در درون خود ایران ندارم خب همین خارج نشسته های اصلاح طلب در دورانی که مردم رو تیکه پاره کرده بودند در دورانی که سپاه به عمد اون هواپیما رو انداخت هواپیمای اوکراینی رو ببینید چه جوری ماله میکشیدند نه اینا اصلاح طلب اصلاح طلبی این نیست که ما بیایم تطهیر کنیم یک نظام مستبد رو باور کنید اصلاح طلبی این نیست اصلاح طلبی یعنی این که آقا اینجاش اشکال داره این قانون رو بعد شما بردارید یه چیز خوب به جاش بذارید این حقوق زنان شما مشکل داره حالا خدا گفته باشه علی گفته باشه صادق گفته باشه واسه مهم نیست این که این کار نمیکنه و اشتباست این با خودش ناعدالتی به همراه میاره این مستاق تبعیض این بعد کنار بره آقا بعد رو درستشو بذارین جاش این میشه اصلاح طلب اصلاح طلبی رو امیدوارم که دوستان اشتباه نکنن چون میگم که اون آینده ای آینده ای که من بهش خیلی خوشبینم به واسطه این اصلاح طلبی صورت میگیره اصلاح طلبی از جانب من و خیلی از دوستانی که بیشتر از من میفهمن اونا میان اصلاح میکنن نه کسی با یک امامه سیام مثل خاتمی که هیچ کاری هم نکرده اون اصلاح طلبی هم که اینها میگن خواست خود مردم بوده وگرنه اینها و چه به اصلاح طلبی بخاطر مردم میخواستن مرحله رسیده بود که خود مردم به نتیجه رسیده بودن که بعد یک تغییرات بنیادی در این سیستم صورت بگیره که ما اومدن و ما دیدیم که هیچ اتفاق نیفتاد و حاضر نیستن مسئولیت خودشون رو تو این چند سال بپذیرن من شاید به همون میزان که از این اصلاح طلب حالا انزجار دارم و واقعا متنفرم بی, بی پرده این رو بگم از اصولگرایان متنفر باشم ولی یک اعتباری به این اصولگرایان میدم که حرفشون رو خیلی سریع و واضح میزنن و میگن ما آدم کشتیم خوب کردیم که کشتیم این تکلیف روشن با این افراد دوستان ولی استاد طلبان میگن نه ما نکشتیم اینها بیگانگان بودن نه اینها مردم عادی نبودن اینها بانک آتیش زدن ما نکشتیم ما اگر میخواستیم بکشیم بیشتر میکشتیم ما شروع میکنم مال کشیدن این تفاوت این نظر یعنی چی من میگم که فریب این افراد خیلی بیشتره فریب فریبکاری شیادی دروغگویی اصلاح طالمان خیلی بسیار بیشتره که موقعی که پای ارزش های بنیادی به میان میاد میفهمیم که هیچ فرقی با اون اصولگران ندارم فقط یک اختلاف سلیق است مثل این میمونه که من با دوست عزیزی که داره صدای من رو میشنوه بخوایم بریم قهوه بخوریم میگم دوست عزیز من قهوه نمیخورم شما قهوه سفارش بده من چای سفارش میدم این داست سخن رو بذارید کوتاه کنم دوستان عزیز تا نوبت دیگر به همگی